تمدن جیرفت اسرارآمیزترین تمدن جهان، تمدنی که با کشف آن باید تاریخ ایران و جهان از نو نوشته شود، چرا که تا پیش از کشف تمدن جیرفت تصور می شد سومر در بین النهرین قدیمی ترین تمدن جهان است. اما در دهه 80 بر اثر سیلاب رودخانه حلیل رود در شهر جیرفت تمدنی بسیار کهن‌تر از سومر نمایان شد. در کتیبه های بابل و آشور همواره به تمدنی اسرارآمیز به نام آراتا اشاره شده، اما چون مدرکی از آن یافت نشده بود باستانشناسان تصور کرده بودند که وجود این تمدن شبیه افسانه است. اما با کشف تصادفی تمدن جیرفت مشخص شد که آراتا افسانه نبوده و اکنون تاریخ تمدن بشریت باید از دوباره نگاشته شود. در واقع این سیل باعث آشکار شدن کهن‌ترین تمدن جهان به همراه گنج‌های بی‌نظیر آن شد. در 5000 سال قبل از میلاد مسیح در مرکز ایران که امروز کویر لوت قرار دارد، دریایی وسیع به اندازه دریای خزر در مرکز ایران قرار داشت. توصیف این دریا در الواح و نوشته‌های باستانی آورده شده است. همچنین امروز مطالعات زمینشناسی اثبات می‌کند که کویر مرکزی ایران در گذشته دریایی بسیار وسیع بوده است و تمدن‌های کهن ایران و شهرهای باستانی مثل شهر سوخته، تمدن جیرفت، تمدن سیالک و تمدن ایلام در اطراف این دریا شکل گرفته بودند. اما تغییرات اقلیمی ناگهانی که در دوران باستان رخ داد باعث خشک شدن آب دریای مرکزی ایران شد که پیامد آن از رونق افتادن تمدن‌های اطراف آن بود. قدیمی‌ترین و پیشرفته‌ترین این تمدن‌ها تمدن جیرفت یا همان تمدن افسانه‌ای آراتا بود که تا هزاران سال به همراه گنجینه‌های ارزشمند خود در زیر خاک مدفون بود. داستان کشف این تمدن به این صورت بود که پس از 2 سال خشکسالی در منطقه جیرفت کرمان، بارانی سیلاسا در سال 1380 زمین تشنه را سیراب نمود و با شستن خاک پرده از اسرار هزاران ساله این سرزمین برداشت. در واقع باران شدید خاک را کنار زد و آثار و گنج‌های نفیسی را که سالها در دل خاک پنهان بودند آشکار کرد. نخستین مرتبه یکی از روستاییان هنگام عبور از حاشیه حلیل رود با ظرفی روبرو شد که از جنس سنگ بود و شکل و شمایل آن حکایت از تاریخی بودن داشت. مرد روستایی گنجی را که دیده بود برای اهالی تعریف کرد و آنها نیز که روزگار را در سختی و تنگ دستی می گذراندند این اتفاق را به فال نیک گرفته و گشایشی از سوی خداوند دانستند. با وجود اینکه روستاییان از گنجینه‌های نهفته در دل زمین بیخبر بودند، اما دست تقدیر گورستانی پر از آثار باستانی را در دسترس آنها قرار داد و تیغه کلنگ آنها یکی از اصلی ترین قسمت‌های این تمدن کهن را نشانه رفت. به طرز فجیعی کشاورزی خراب شد. مردم خیلی این نظر اوزای مالی دستشون پایین بود. وقتی که این داستان مثلا پیشی تو مردم گفتن گنج هست، یه سری اشیا در میان خیلی با ارزشن، برین اینا رو حفاری کنیم بکنی یک کسایی هست میان میخرن هست. مردم روستا که از ارزش کهن‌ترین تمدن جهان بیخبر بودند شروع به کندن زمین‌های اطراف کردند. آنها در واقع گورستان شهر افسانه‌ای آراتا را پیدا کرده بودند و به این ترتیب شغل کشاورزی را کنار گذاشته و شروع به کندن گورهای 5000 ساله کردند و اشیایی را که قیمتهای میلیون دلاری داشت به قاچاقچیان با قیمتهای بسیار پایین می فروختند و سر از موزه های اروپا و آمریکا در می آورد.
به علت دور افتاده بودن روستا تا یک سال و نیم خبر کشف گنج به مقامات دولتی نرسیده بود و مردم همچنان در حال غارت و حفاری های غیر مجاز بودند، تا اینکه مقامات اداره میراث فرهنگی و امنیتی یک محموله بزرگ از اشیاء عتیقه را که در حال قاچاق به کشور امارات و برای یکی از شیوخ ثروتمند عرب بود کشف میکنند و پس از پی بردن به منبع اشیاء با همکاری نیروهای اطلاعاتی روستا محاصره شده و کار جستجوی خانه به خانه آغاز میشود که خوشبختانه تعداد 700 قلم از اشیاء عتیقه کشف و به موزه ها تحویل داده می شود. کم کم همین شد که به مردم آگاهی دادن، گفتن بابا عزیز تو که اینه داری میکنی میری میفروشی به یه بابای خارجی یا اروپایی یا خارجی، اینه میفروشی با یه قیمتی، خب پولش هم میگیری، ولی این میره اونجا میذارتش تو چی؟ به نام تمدن خودش ثبتش میکنه. مردم تحویل دادن. خیلی کسا اومدن تحویل دادن. پس از گذشت یک سال و نیم، اداره میراث فرهنگی که از این جریان باخبر شده بود، از پروفسور یوسف مجیدزاده متخصص خطوط باستانی که ساکن فرانسه بود دعوت کرد تا در کاوش در این محوطه تاریخی شرکت کند. پروفسور مجیدزاده پس از بررسی محل متوجه شد که روستاییان فقط قسمت گورستان گمشده شهر آراتا را غارت کردند، جایی که اگر دست نخورده باقی میماند اطلاعات دقیق تری به باستان شناسان میداد. اما وجود تپه‌ای در اطراف گورستان توجه پروفسور مجیدزاده را به خود جلب کرد. پس از انجام کاوش‌های ابتدایی مشخص شد که این تپه در واقع بزرگترین معبد دنیای باستان به ابعاد 400 در 400 متر مربع است که با میلیون‌ها خشت ساخته شده و اکنون پس از 5000 سال از دل خاک بیرون آمده است. کاوش‌ها به سرعت انجام گرفت که ناگهان با ظروفی مواجه شدند که شکل بناهای قدیمی شهر بر روی آن حک شده بود و جهان باستانشناسی را متحیر کرد. معابد پلکانی که تصور می‌شد سومری‌ها اولین سازندگان آن بودند، اکنون در جیرفت نمونه‌های بسیار بزرگتر و قدیمی‌تر آن یافت شده بود. شوک دوم به جهان تاریخ و باستانشناسی زمانی وارد شد که لوح‌هایی از دل معبد کشف شد با یک خط ناشناخته هندسی. پیش از این تصور می‌شد قدیمی‌ترین خط جهان هیروگلیف مصری است، اما با کشف این خط معادلات باستانشناسی به لرزه درآمد، چرا که قدمت این خط 1000 سال بیش از خط مصری بود و به این ترتیب افتخار بزرگی نصیب ایرانیان شد که اولین تمدن و خط جهان در اینجا آغاز شده است. گروه بزرگی از خطشناسان و باستانشناسان جهان به ایران آمدند تا راز این خطوط باستانی و علت نابودی تمدن آراتا را کشف کنند، اما پس از بررسی ها متوجه شدند که برای رمزگشایی این خط حداقل به 40 سال زمان نیاز است، آن هم با تکنولوژی امروز. جالب است بدانید سایر خطوط سومری و میخی پس از یک دوره 120 ساله رمزگشایی شده بود. تیم باستانشناسی چند ملیتی جیرفت به این نتیجه رسید که آنها فقط توانستند قسمتی از ورودی شهر را کاوش کنند و تکمیل کاوش‌های باستانشناسی حدود 100 سال زمان می‌خواهد و آنها تا کنون توانستند 1% از مساحت شهر گمشده آراتا را حفاری کنند. گروه دیگری از باستانشناسان بر این باور بودند که این تمدن بر اثر یک اتفاق ناگهانی به زیر آب فرو رفته و برخی از متون سومری و آکادی هم به این موضوع اشاره داشتند که تعدادی از شهرهای مرکزی ایران به ناگاه در زیر آب غرق شده است و این موضوع را به داستان اسطوره‌ای نوح مربوط دانستند و پس از مدتی هم که این دریای مرکزی بر اثر تغییرات اقلیمی خشک می شود کسی از سرنوشت تمدن‌های گمشده خبر نداشت. آنچه از توصیفات دیگر تمدن‌ها و خطوط باستانی آنها در دست داریم این است که سرزمین آراتا بسیار حاصلخیز بوده و مردمانی ثروتمند و با فرهنگ داشته
که در صنعتگری و معماری و ساخت ظروف سنگی بسیار مهارت داشتند. در تصاویری که از روی ظروف آنها مشاهده می شود می توان به پوشش مردها که بسیار تنومند بودند و لباسهای نیمتنه می پوشیدند، موهای بلند مردان که تا کمر آنها است و جالب آنکه یوز پلنگها را اهلی کرده بودند و از آنها برای شکار استفاده می کردند. در تمدن آراتا برخلاف بین النهرین تصویری از خدایان و بت‌ها وجود ندارد و به نظر می رسد که آنها خدایی را که دیده نمی شد می پرستیدند. ایده‌ای که بعدها در دین ابراهیم به کار گرفته شد و او مردم را از پرستش بت‌ها نهی می کرد و به سمت خدایی که از نظرها غایب بود هدایت می کرد. ادعای دیگر از باستانشناسان بر این باورند که آریایی ها در واقع همان ساکنان آراتا بودند که پس از تغییرات اقلیمی ناشی از زیر آب رفتن شهرها و سپس خشک شدن دریای مرکزی به ناچار به سمت روسیه امروزی کوچ کردند، اما بعدها با سرد شدن و یخبندان دوباره به زادگاه اصلی خود برگشتند. اما آنچه مسلم است، رازهای تمدن آراتا هنوز برای ما ناشناخته است و تا زمان کشف شدن و رمزگشایی خطوط باستانی این سرزمین ابهامات زیادی برای ما وجود دارد. اما باستانشناسان اشاره کردند که اگر لوح دو زبانه‌ای کشف کنند، شاید بتوانند در 5 سال آینده خط منحصر به فرد این تمدن را رمزگشایی کنند، چیزی که برای خط هخامنشیان اتفاق افتاد و ما با استفاده از کتیبه 3 زبانه بیستون به کشف راز هخامنشیان و مؤسس آن یعنی کوروش کبیر پی بردیم.